بافت قدیمی شهر تهران اومدیم، جایی که حدود 115 سال قبل و در روز به توپ بستن مجلس شورای ملی و شهادت تنی از سران مشروطه، از جمله سور اسرافیل و ملک المتکلمین، به محل دفن این روزنامه‌نگاران تبدیل شد. داستان فراموش شده ی آرامگاه شهدای قلم دوران مشروطه، آن هم از اواسط دهه 80 و با ثبت در فهرست آثار ملی، بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و سرانجام با تملک ملک توسط شهرداری تهران کار مرمت آن از سال 97 آغاز شد. هرچند هنوز هم سوالاتی درباره چگونگی مرمت کلی آرامگاه و مرمت نشدن سنگ قبر سور اسرافیل وجود دارد، ولی در نهایت اوایل قرن نو خورشیدی عملیات مرمت به پایان رسید. این روزها اما شاید تنها مراجعین بیمارستان لقمان بتوانند از بیرون نظارگر سرستون‌های این آرامگاه باشند، چون برخلاف وعده‌های شورای شهر تهران در ادوار گذشته مبنی بر لزوم شکل‌گیری مسیر روایت مشروطه در پایتخت، سازوکار مشخصی برای ورود به آرامگاه و بازدید از آن وجود ندارد.